زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. دلبرو که به خاطر محبوبه پریشان بود، از جمال خان خواست تا دخترش را به مکتب شامل سازد. جمال خان سخن او را رد کرده، رفتن دختران را به مکتب شرم پنداشت. حال باز هم از جمال خان مشتمیم که چرا عصبانی است. بوبو کجا هستی؟ در خانه هستی یا نی؟ ها خانه هستم شازیه دخترم، بیا بیا، خوش آمدی. خوش باشی بوبو جمال بیادر. السلام علیکم، شکر که تو هم هستی که دیدم. وی بوبو، جمال خان چرا تو سرکه برات آورده بود که بدون از اینکه سلام موالیک بگیره برامده دروازه رو محکم زد؟ بیا بیا بیشی شازیه بچیم، پشت از وضعیت جمال خان نگرد، و همه تو یک کرت اگه همست یک کرت آتش. بیا بیا در خوی خیاستش خوب بلد هستم، مگم هم کرت یک رقم دیگه بود. خواه مخواه کدام گف سرش بد خورده. سر تو نیز دخترم، البته از بده محبوبه دختر خود قار است. چرا محبوبه چی کده که جمال خان سرش قار است؟ تو بر خطا نشد، تفلک کدام کار نکده، اما قضا آقای خود خواسته که برش اجازه سبق خواندن و مکتب رفتن بده. حالا ده ای قادگنای ما بیچاره چی است که جمال خان خود کتم کج گرفته؟ از بده قار است، خیال میکنه تو که تیگه پایت محبوبه را از را کشیدی. وی بابو چی میگی تو؟ خدا مره ای توانه نده که کس را از را بکشم. باز محبوبه خوب یادرزاده ایم است که غیر از خوبیش من بدیشه نمیخوایم. مچم بچیم، جمال خان خواه میگه پا میگه که در این کار شازیه دست داره. ای بابو، اول آخو ما ای گپا به محبوبه یاد ندادیم. باز که محبوبه میخواه بره مکتب و سبق بخونه کار خوب است. باید است که لالای ما از ای گپ خفه نشه و بانیشه. ما میگم گپ محبوبه خوب به جای است. یعنی من را بیبی که سبق نخوندیم الف از بی فرق کده نمیتونم. معلوم دار است، اگر ما و تو دیگه زنا با سواد می بودیم بسیاری از مشکلات های زندگی ما حل می بود. حال اگر لالای محبوبه را مکتب نمانه دقی دخترک کلان ظلم میکنه. مکتب هیچ وقت کس را از را نمیکشه، برا میاره. شاپیره، ده ای کلی صبح چرا جاکت وواهی تز بک کشیدی؟ میموندی که ده زچگی میپوشیدی؟ تا زچگی کی زنده کی مرده؟ امیاله میپوشمش که سر و برم گرم باشه و درا خنک نخورم. گفتی درا میپوشم؟ ده ای حالت که سر ما و روز هستی کجا سیل تماشا را ایستی؟ سیل تماشای چی خاله؟ میرم کلینیک بازار ولسوالی. باز در کلینیک کدام نقل نبات تقسیم میکنن که اسب تزین کدی روان هستی؟ نقل نبات نیست خاله، از بوده میرم که دکتر گفته در دوران امیدواری اگه کمیم ناجوری و درد داشتی زود کده برا ماینه پیشم بیا. بس بس اق مکر ایله را باد، بگو که دلم چکر شده میرم اواخوری، اگه نه من کدام ناجوری را در جانت نمیبینم. حالا ما برای چی بگویم خاله که بفهمی ناجور هستم؟ یعنی بان که برم غمم خورده شوه. بان که برم غمم خورده شوه؟ من خب باورم نمیه که ناجور باشی. بازم اگه قمیگی من چاره و پردش که دمی خاله میکنم. ایج آجت نیست که کتزی آل روزت تا کلینیک بری، مرا اونگه که زنای قریه بستازی. گفتی چاره و پرده ناجوری ما در خاله میکنی؟ چی رقم؟ آسان است، گلاله می خواهیم که بیایم ماینیت کنه. ایت ضرور نیست که خدا لوله و لپان کنه تا کلینیک بری، سنگ واره در جایت سنگین بیشی. گلاله خوشکره هست، مگم اگه در کلینیک برم اونجا صحیح غمم خورده میشه. او بیچاره دست خالی چی کار از دستش می آیا؟ پیش از پیش گپ نکش، بان که گلاله بیه باز خواد گفت که چی کنی. چون که کی زنگ زده؟ بله توبه خدایا، اید دمی سر تلفون بلد نشدم،
هر خود که زنگ میه لپتا میشم و یک سویچ دیگر میزنم. بله بله بابا، مستم شکیبا. السلام علیکم، مشنوی؟ و علیکم بسلام شکیبا. آه مشنوم، چطور هستی گل بابای خود؟ خوب هستی؟ هستم دیگه، یا خوب یا خراب. بیازه که دقم مثلی که کرا تاول بگیری. وی خدا نکنه که خراب باشی، ما دایم اول گرفتیم بچیم. مگم از بودیم تیانایت زنگ نزدم که سبقایت بخوانی و فکرت جمع باشه. تو هم ده چی خوستی بوبو؟ این تیانایت وقت خلاص شد. خوب خلاص شد، برو شکر. خی بگو که چی وقت سنو خانه میایی بخی؟ ما تیار هستم که خانه بیایم. هر وقت گلخان روی به پشتم روان کدی در را گرد میشم. گفتی گلخان رایی کنم؟ ارغاد خودت که اتسون فیاید می آمدی؟ امکرت آمده نمیتونم، به خاطر که یک دو مکس گران کتیم است. لموتر که رایی آمدن سخت است. امروز بیخی یک رقم چستان میگی و دختر. بکس های گران از کجا شد در پیشت؟ چی بار کدی از ولایت؟ شامت بعدم از ولایت بار کدیم یارم، دل جم شد بابا. او دختر چرا تو گلونت پر میشه؟ خدا شامت تا بد نکنه. چی گپ شده بگو که بیخ جگر ما خون خون کدی. حال جگر تا خون نکو، لالای ما پشتم روان کو، باز که آمدم کل چیز برات نقل میکنم. اوها اوها، بس با امیدی که از برین که سر آخر بستی تان کنم. اوها بابا، مرا جلو یک شبه ما بده که یک جای ببریم شد. بس فهمیدی که از خیر ببینیم ما بابا. تو کی بلد هستی؟ بردن گاو قاسان نیست، یک خوش هستی زیر پای نشی. نه بابا، گاو ایوان بیازار از زیر پای نمی کنیم. باز هم از واسه تو پوره نیست. بس فهمیدی که از او کده برو پیاله مکت ترموز چای بیار که تشنه هستم. اینه بچشم برات میارم. مگم پیش از او میخواییم یک گپ برات بگویم، خدا کنه که از گفتم کنی. ما بابا، بس فهمیدی که از کدام گپ میگی که میخوایی از گفتت کنم؟ گفتم که کده آقایم گپ بزنی که مرا در مکتب و سبق خواندن بانه بسیار خوب میشه. بس فامیدی کس، من میگم چی گپ هست که تو دروزاری میکنی؟ تو میدانی و آقایت مرا در این گپا غرض نیست. خیر از بابا، یک را تگه بگو این چی میشه؟ بس فامیدی کس، من چی بگویم؟ جمال خان خودش آدم هوشیار است. البته خوب و بد خود سنجیده باز تو را از مکتب کشیده. این کار هیچ خوبی نیست بابا. اگر من مکتب رفتن شروع نکنم، از یک سو بی سواد میمانم، از دیگه سوم خورخندایم از مکه در سر میشه و در صنف بالا میره. بس فامیدی کس، اگر راز بپرسی مرا از این کار آقایت خوشم میایه. غیرتیست، برای دختر مکتب و سواد به درد نمیخوره. تو هم دیگه این گپا را شور نته، هرچی آقایت میگه قبول کو. پردل، همه قرب در دکان سر به سر مونده بس نبود که رفتی دگام خریدی و پیسه را سرش بند کردی. او گل بیادر، نشنیدی که گفتن کار دکانداری شکار وارست؟ سودای ارزان که گیرت آمد نمان که از دست بره، فکرت هست؟ او تو خواه، مگم به اندازه میگرفتی که بر دیگه چیزام سرمایه میمان. دلت نپرتو، دیگه موادار از مغازی هم در فروشی خریدیم. مگم ای رو با از قریه بسیار ارزان گرفتیم، فکرت هست؟ فروخته شو و زر جارو میکنیم. زر؟ کدام زر پردل بیاده؟ ما که میبینم دکانداری روز به روز از کار میره، امیال بیبی دست و دان هستیم، یکی ما دو نمیشه. دلت نخو گل بیاده، هر کار دنیا پخچی و بلندی داره. یک روز آدم دمش جای میشه، یک روز در خروار جای نمیشه. چرتت خراب نکو، فکرت هست؟ والا عجب، چطور که تو دلجم گپ میزنی؟ فقط کدام کس پیسه واده کده باشید؟ اگه نی ما خو از فروش مواد دکان چندان دل خوش ندارم. پشت دلخوشی و دلخفگی نگرد و گل بیادر، تا
تو انظام سعی پردل نمیشناسی فکرت هست؟ یعنی چطور؟ من میگم دوکان در تاون هست، تو گپ دیگه سو میبری؟ خدا انصاف بده تو گل بیادر، ما که دلجمی دادمت دیگر رای نزن. اگه کل کارا جور نشد باز من ملامت. بیخی دلم تنگی گرفت پردل، یک ذره خو معلومات بده که چی خواد کدی. البته دوکان اعلام میدی و کدام کار دیگر شروع میکنی. شکر به کلام تو گل بیادر. پردل اتو چیز در بازار بیاره که مردم در خریدنش نوبت بگیرن، تو هم واسطه شوی که اول برندی والایت بخری، دیگه چی میخوایی؟ بیا سپارت به خدا، این ما هم چشم دراستم که تو چی میکنی. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی کریم متأثر بود که کسی بعد دکانشان غرض اخذ سودا نمی آید و روز به روز مفاد دکانشان کمتر می شود. پردل با اطمینان با او گفت تا چند روز حوصله کند، زیرا او چنان شی را برای فروش بیاورد که خریداران در مقابل دکانش صف بکشند. و حال از جانداد میشنویم که بچه منظور به دکان پردل آمده است. خدا جان دلم تنگ است، من میگم که یک شی خوبشه به قیمت ارزان گرفتیم که در بسته بازار اولسوالی نیست. انشالله که در این خوب فایده خواد کدام، فکرت هست؟ پردر؟ او پردر کجا هستی او بیادر؟ صدایت نه او خودت معلوم نمیشی. شکر به کلامت خلیفه جان داد، این در پستخانه دوکان است و مو گونه بیادر، فکرت هست؟ اونجا چی میکنی؟ روشو بیا که سودا کار دارم. این آمدم چوره قلفتگی داری او گل بیادر؟ سلام یادم رفت، سلام علیکم. و علیکم سلام، سر دخل ندیدمت، حیران ماندم که کجا باشی. شکر به کلامت او گل بیادر، ما جای نمیرم، امی که دکان و بود باید است میفهمیدی که ما هستم. امر کو چی کار داری؟ امر نیست، خواهش است. تو دیگه از خیرت کده کیلوگور خوبش بده که کتی چای بخورم و دعایت کنم. شکر به کلام تو گلی بیادر، گر خو ندارم، اگه کدام چیز دیگه کار داری بگو که برات بتم. چرا؟ تو خود دکانت گر داشتی، چطور که قضوت خلاص کردی؟ اینه او گل بیادر، گر دارم، مگم بسیار قیمتی، زور تو نمیکشه، برو از کدام دکان دیگه بخر. پشت قیمتش نگرد، یک کیلو بخشم طول کو. من میفهمم که واسه توان تو در خریدن این گره که ما آوردیم نمیرسه، چرا که بسیار قیمتی است. از من مشنوی برو ارزانش پیدا کو بخر، فکرت است؟ اصل تو سیر کدی، دل در سودا کدن نیست، ناق دوکان واس کدی، از او کده اقل فرتو که دل آدم جمع شوه. اینه شکر، کم مونده که چسباندن کاغذای بوتلای رو بام خلاص شما بخیر. خاله زرمینه تو چی میکنی؟ همو کاغذای رو به سعی سعی بچسبان. سعی چسباندی مابوبا، دیگه سعی چی رقم است؟ اگر راست بگوی مواقع در چسباندن همی چیزا بلد نیستم، اصلا نیکو را در همه قوق شاپی رای میکرد، در این وقتا رخصتی گرفتم، ما در جایش آمدیم. از پیشت غلط شده خاله زرمینه، کل کاغذای نوشته شده رو سرچپه شروش کردی. نه خواد که تو کده باشه مو دختر. او نه بخوان که سرچپه است یا نه. ایره به جایی که این رقم بچسبانی که خوانده شده به این رقم چسبوندی. ده گور بی سوادی، مکه خواندن و نوشتن یاد دارم گل خاله خود. ما چی بفهمم؟ گفتم حتما همین قسم چسبانده میشه.
این نام خدا، تو خوشکر خوانده میتونی؟ آه خوانده و نوشته میتونم. مگم چی کنم که مکتب رفته نمیتونم؟ چرا مکتب رفته نمیتونی؟ آقایم نمیمانه، هم میگه که نرو. وی مکتب رفتن خود کدام گپ بد نیست؟ پروشگه که ما مکتب میرفت، هیچ کس چیز نمیگفتش. چی قش کرده بود؟ کاش که من رو آقایم بانه که مکتب برم. میگه که مکتب رفتن به دخترها شرم است. حالا دیگه کلان شدی مکتب نرو که مردم گپ میزنن. آقایتان بلا کده، اگه پشت گپ مردم بگردیم از کل روز و روزگار زندگی میمانیم. از من بشنوی که تو آقایت گپ بزن که بانید مکتب بری، سبا روز مثل موار بی سواد نمانی. این اگه تو نمی بودی آل کل نشرای پشت بوتل رو به سرچپه شدش میکدم. کدش گپ زدم خاله زرمینه، مگه میجازه ندار. اینه جان خاله خود، اتو که از که تو بابایت ملک آدم خان گپ بزن، خواه مخواه اجازه میدید. کد از وام گپ زدم، وام آقایم بارست، گفت که هیچ اجازه نیست که مکتب بری. خیلی تو کس، برو از شورای معرف کمک بگی. تا جایی که من خبر دارم، شورا قصد دارن که تو خانوادهی که دخترای خود مکتب رفتن نمیمونه، گپ بزنه و قناعتشون بده. چون برخت فروردین، پرشگو فشد جانم، دامنه ز گل دارم، برچیکر بیفشانم. گل خان، ای از برای خدای بچه ای تو کلمنگ مترششتن هست که ایت صدا رو نمیشنود. تو را میگم او گل خان، خیالم که در گوشای پخته زدی، چرا جواب نمیدی؟ او مای دیار مامی، شما مرا صدا کرد؟ معلوم دار که تو را صدا دارم. از چی غایت فتره که گل خان گل خان میگم، خیالت نمیری کمی کی است؟ او ساری مای سویت مامی، من مصروف ششتن موتر بود، صدای شما را نشنید. مرا چی کار داشت که صدا کرد؟ گفتم کاش که موترت امروز نمی ششتی. چرا نششت؟ پاکی و سترکی کار خوب بود مامی، باز موتر بسیار گلپار شده بود، از امی خاطر ششت که جل و بل زد. اوکه؟ من نمیگم که موترت نشوی، از ولایت که می آمدی باد از او می ششتی. حال خوری و سامت تیچ میشه، چرا که تا اونجا گل لای زیاد است. ساری مامی، شما غلط فهمید، من نیت ولایت رفتن نداشت، موتر از این خاطر شش که سرش در پال کش کرد. اندرستند؟ میفهمم که تو قصد رفتن ولایت نداری، من روانت میکنم. خیرت بود، چرا مرا ولایت روان کرد؟ شکیبا زنگ زده بود، گفت که از پنتون رخصت شدیم گلخانه روان کن که مرا خانه بیاره. ساری مامی، من ولایت رفتن نتانست، سمه اولا بیادر پشتش روان کرد که شکیبا را آورد. اوکی؟ پشت سامی ولا نگرد، خودت برو پشتش. نو، رفتن من نمیشه مامی، چرا که موتر موبایل ضرورت داشت، تا که من در موتر موبایل انداخت دیر شد، شکه باد ولایت منتظر ماند. خیر است که تال خورد، فرق نمیکنه، مقصد خودت پشتش ولایت بری خوب میشه، چرا که کت شکیبا چند تا بکس است، باید است که در موتر بیاری. در بکس ها چی خود بود مامی؟ مچم به خدا، ما هم خبر ندارم که دمایبان بکس ها چی است. مقصد همه که گفت که کتم چند تا بکس است، باید است که گلخان پشتم بیایه. در بگیره، نه تای سوختنده ما نه چبلک بود. مچم کی نلای بخاری چرا تو دود گرفتم؟ خاله قطعی، سلام علیکم. علیکم سلام، ما بوبا خوش آمدی. خوش باشی خاله، مره به من کدت نلای بخاری رو بتکانم. وی نه، اوشکا که دست نزنی، نمیبینی که سر روی ما چی حال است؟ خیر است، با سردی ما گد دستوری خدا میشوییم. نه نه، من این کار لایق تو نمیبینم. این رو بگو که چون دوست رو قلای ما آمدی. از بوده یک کار آمدیم، بسیار پریشان هستم، کاش که کاکا لالباز کردم کمک کنه. لالباز کمک کنه؟ از چی داره که تو پریشان هستی؟ آقای مخو مشناسی، کده مکتب رفتن دخترها هیچ جور نیست. ها چطونه؟ امی چند وقت پیش مجید اوشت کرده بود که می نره مکتب نمانه. شازیه بیچاره چه قخواری کشید، تو پس دختر خود در مکتب سیا کرد. حالا مام که می خواهی مکتب برم، مره اجازه نمیده.
ما بسیار مکتب خوش دارم. نمیخوایم که بیسواد بانم. چی بگویم ما بوبه دخترم؟ خدا آقایت انصاف بده. چی مانا که دخترت نمان که تعلیم کنه و صاحب کمال شوه؟ گپت به جای از خاله جان. من اینجا آمدم اگه شب کاکا لالباز در شورای معرفی گپ یاد کنه و پدر ما خواسته قناعت بده. ماما میگم در دلم میگشت که برات بگویم لالباز و دیگه نفرای شورای معرف به می خاطر هستن که کدی توار دخترکایی که از مکتب من همیشن کمک کنن. من گپت حتما در گوشش میرسانم. وی پیسای کو که چقدر کم تاله بودا خوشوی می دوستم نداره. وقت نان خوردین و ظرفارا می شوین. خدا نکنه که کم تاله باشی گلالای. اگه وقتم خورده باشیم به اندازه تو یک چیز پیدا خواد شد که بخوری. چرت نزن. دست درد نکنه. می فهمم که دهی خانه خو نان کمتون پخته نمیشه. مزاق کدم ده کلینی خوب شی کم سیر نان خورده آمدیم. آمدم که اوال تو را بگیرم. چطور هستی؟ خیر ببینی که آمدی. قدمهای تا ببخشی. راستی خدا اوزای ما که خوب نیز گلالای. اوقاتم تلخ است. حقت است. در روزای آخر امیدواری آدم گرنگ میشه و دلتنگی می داشته باشه. دیگه خود کدام مشکل نداری؟ در پالوی ازیگه پا از اندازه زیاد نفسم تنگی تنگی میکنه. بسیار مانده و زل هستم. فقط که بگویی که کدام کور و سرشانه مانده باشن. وی شاپیرای؟ ای رقم که هستی ماتل چی ششتی؟ خب می آمدی کلینیک؟ صبح درا گهت بودم که بیایم. مگم خاله رابیه گل گفت نرو گلالایم اینجا می خواهیم. بابای مام چی کارای کنه؟ آمدن مخو اینجا کدام گپ نیست. مگم در کلینیک می تانیم که درست مریضا رو تداوی کنیم. مخو زیاد گفتمش قبول نکد. گفت نه گلاله میگم که در خانه پیشت بیایم. تو نرو که سر ما و روز هستی. تا دکتر زنانه خودت ماینه نکنه چی فهمیده شوه که مشکلت چیست؟ من خود دکتر نیستم که در خانه تو را تداوی کنم شاپی رای؟ خیر چطور کنم؟ در روی خالیم که چیز گفتم ایتانم؟ خیر است من میفهمانمش. مگم تو مریضی تا الهیگه فکر نکو. هرچی آجل که میشه کلینیک بیا. در اونجا هم من برات رسیدگی کدم ایتانم هم دکتر زنانه. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی. شاپیرای مریض بود و میخواست به کلینیک برود ولی رابعه گل به او اجازه نداد. گلالای با دیدن شاپیرای اظهار داشت که هنگام بارداری رفتن به کلینیک با وقت و زمان و مشوره با دکتر مربوطه برای طفل و مادر هر دو مفید است. از سوی دیگر کریم به اثر فریاد و نالش شاپیرای از خواب بیدار می شود. بیاید بشنویم که وای در مورد شاپیرای چه می گوید. حالا چطور کنم؟ اوف خدایا. چی گپ شاپیرای؟ چی تو نالش داری؟ بیخی خوسرک ساختی. همی که چشمم پیش میه زنگزنگ تو پس بیدارم میکنم. بان که خو کنم ناخ نارامم نساز. ای خدا عجب گه پای میزنی کریم. کی را دیدی که از شوق نالش کنه؟ خدایا درد بازابم کده. مام خوش نیستم که در این از بشو در جایم بیشینم و درد بکشم. ای خدا آلی چی رقم درد است که نالا و کالی تا کشیده. آدم حوصله میکنه. چی بگویم کریم؟ اش خدایا مرا گلاله گفته بود که باید از وقت کلینیک میرفتم. اونا خاله را بیا گل نماند تو که سرادم در اینجا کشید. که نماند نبوده تمو خواهد گلاله هم میگفتی که بابای من راضی میساخت. یا قد کده خودش کلینیک میرفتی. اوف گفت فعیز کریم. امی که من قصد رفتن کلینیک کدم
خالیم گفته ایت ضرور نیست. مگل آله هم اینجا میتال با ما ای کار بوبو این صحیح بوده. مگه میره نگفتی که گل آله که آمد باز چی کمکت کرد؟ ایچ امیگ تکلیف ما برش قصه کدم و دید که چاره نداره. بازم گفت ضرور کلینیک برو. اگه نی درد از یام کده باز حابت میسازه. خلاص بگه او که گفته بود میرفتی چرا تاله طول دادی؟ الله چقدر بگویم برات کریم. ما خو پیشترم برات گفتم که قصد رفتن کلینیک داشتم. ای که بازم گلالای برام گفت میرفتم. مگه دا فکرم گشت کنال باز خالیم دم من میگیره و نمیمانه. خدا انصاف بتر بگوی ما ای چرا ای تو شیخه گرفته؟ حال تو خود چکر نمیرفتی یا که از عوض میرفتی؟ ماما میره میگم نال اگه کدام جنجال پیدا شو برم چی خواد کدام؟ خیر باش تو یه چرت نزن ما کده ببویم گب خواد سدم. وی یلا چطور ترقص داره؟ خوشم بگیرم که کدام زرش در کالایم نپره. وا وا من میگم خدا نگیرید قاتای کت میز غال تازه کردنت خوش ساختیم چرا که دبیرو بسیار خنک خوردیم. خی برو قرار در خانه بیشی اینال مام زغال تازه شدگی در منقل انداختم یارم. من خو میرم مگم کاش که یک ساعت پیشتر امیره تازه کرده در صندلی میموندی کال بیغم میشیشتم و گرمی آمدم. من امی کارم میکدم اونجا کده میمون گب زده شیشتم یک کمک دیر شد. اگه نه مگاه قصد کرده بودم که صندلی را گرم کنم. میمان کی بود؟ کدام کار داشت؟ یا نه که من تو خبرگیرایی آمده بود؟ البته میال رفته چطور که تو بیکار شدی؟ ما بوبرم میگم نه واسگه که بچگی ملک صاحب آدم خان دختر جمال خان. او چی میکد که خانه ما آمده بود؟ دگه خواهی تا خو من ندیده بودمش که سونا بیایه. خامه خواه کدام کار داشته؟ آه او بیچاره ده یک جنجال بند مانده. باز پیش خودت آمده بود که اگه شوه کدش کمک کنی او غمشه بخوری. والا عجب من کد از او چی کمک کدم ایتانم؟ از خود پدر و مادر داره. صحیحست که پدر و مادر و پدر کلان داره. مگه مال امو پدر بلای جانش شده و از مکتب منیش کده. آه والا این کار جمال خان بیخی غلط است. چرا که میزنه به دسته زندگی اولاد خود تباه میکنه. معلوم دار اگه ما بوبه بی سواد بانه تمام عمر جگرخونی خواد کشید. باز او غایت اگه جمال خان پشیمانم شوه فایده نداره. خوب حالا گپ از ایده که من چی کمک کردم ایتانم کتش؟ کدام تا ما بوبه را گفته که از شورای معارف کمک بخوای. این حال امید و دخترک سونه تو است که اگر راه و چاره بسنجی برش. بیا سپرد به خدا ما شورای معارف خبر میکنم که جمال خانه بتلبن و کتش گپ بزنن. ببینیم که چی میگه او یک آدمتون خوی است. خدا کنه که گپ ما را قبول کنه. لالا کریم دلت که قبول میکنی یا نه او گل بیادر؟ شکر به کلامت تو تنها شریکم نیستی از ما و تو حساب بیادری و مسا فکرت است. میفهمم پر دل بیادر میگه دل به دل را داره. ما هم تو را کم از رحیم و نصیب نمیدانم. او سلامت باشی تو که دفتنی گم در دلت گشت. او شکر به کلامت کریم افتفان وریستی یعنی او گل بیادر تا بال نامش اندیوال خانه مرا ندیدن. مگم تو را از رواداری اینجا آوردیم. از این که در رفاقت و بیادری در روی دنیا نیست. برو بیغم باش پرده ما هم در دوستی و اندیوالی خود محکم هستم که تر لگه و لگه قدم نمیزنم تا که نمت تو آره گنده نباشه. آه راستی بود جای گره چطور در کنجه اولی سر به سر کدی؟ باشنه او گل بیادر که روزای پیش از کاروبار دوکانداری شکایت کدی که چندان بسر نیست و فروشات کم شده فکرت است؟ صحیحیست که من شکایت کدم او نه خودتا میبینی که خریدار کم شده. مگم ای بوجای گره با او گب چی؟ میفهمم شکر با کلامت او گل بیادر میگه از گب گب میخیزه. یک کرت ما تو دست آستین بر بزنیم و زامت بکشیم انشالله که ای بوجای گر پا
عقلش بلود بدل میشه، بلود. پردل عجب گپایی میزنی، ایگور چطور بلود تبدیل میشه؟ ای چرت نزن و گل بیاده، در دنیا هزار رقم سر است، باز پس آنا خبر میشه که نوکر چی رنگ کارا وایا میکنه. خیره تو بو که دلم جمع شد، بیازو میگه که هر دوی ما زحمت میکشیم و کار میکنیم. تو صبر که او گل بیاده، نشنیدی که میگن عجله کار شیطان است؟ هر قاید که کار ما نتیجه داد و حاصل نختیش ورداشتیم با چشم سر میبینی. آل خبت بگی. خدا جان دموتر شیشته شیشته بیخی پایان شخی گرفت، آل که زست میکنم. خوش آمدی شکیبا، شکر که بخیر رسیدی، مانده نباشی، در روخ زامت ندیدی؟ زنده باشی بابا. نه میربانی خدا خوب آمدم. بیا که روی یک تا پچی کنم گل بابای خود. بسیار پشت دق شده بودم، دیر شده بود که ندیده بودمت. من پشت دق شده بودم. از خیرت کده ای بکسارا کتم بگی که تا خانه ببریم، به تنهایی زورم نمیرسه. چرا نه، باش که از این گوشه بگیرم. در این بکسارا چی پر کردی دخترم که تو گرانگ است؟ چیز نیست بابو، تنها کالایم و کتابایم از دمو بینش، از همو خاطر گرنگ شده. بخیالم که در سای پوانتونت خلاص شد که کالا مالایتام جمع کرده آوردی. نه بابا، خلاص چی شده، هنوز بسیار مانده. خیلی چرا دیگه کالا و کتابایت جمع کرده آوردی؟ خب همون جا میماندی، خانه مامایت بود، بسال بخیر کارت میامد. اما تا دلم شد کنش آوردم. که تو هیسو سای کن، چشمای چرا عودن شد؟ خیریت خواست شکی با روشو بگو که چی گپ شده. ما دیگه در خانه مامایم نمیرم بوبو، بیخی کس پانتون خواندنم بانم در خانه سرم پیش نمی کنم. وی چرا گله بوبای خود، مامایت خود بیگانه نیست؟ نیک مامایت یا زنایش کدام چیزی گفتید که نمیریم؟ در سر را گپ زده نمیشه، باز برد قصه میکنم در موزر بکسار خانه ببریم که بسیار مانده و زلستم. ملا صاحب خیریت خواه است، چطور که مردش رو تلبیستید؟ خیر و خیریت از جمال خان، یک گپ بسیار مهم است که باید از خود طور دمی شورا حل کنی و از امی خاطر اینجا خواستیمت. اما طور از جمال خان، ملا صاحب از خیرت که دمو اصل گپ برش بگو که بفهمه. جمال خان ما خبر شدیم که خودت دخترکت مابوبر از مکتب رفتن منع کدی که ای کارت خوب نیست. مابوبه دخترم است، دلم که مکتب میمانمش یا نه بکست چی غرست، ای گپ خانوادگی من. گپت با جای از جمال خان، مگم رفتن دخترها با مکتب ضرور است؟ باز ملاصف خوزمی خاطر خودت اینجا تلبیسته که دیگه اعضای شورا کتید گپ بزنن و طور قناعت بتن. آبده راست میگه، خداوند جل جلاله تعلیم و سبق سر مرد و زن فرض کرده. تو هم دم دخترکت نگی، بانش که سبق بخونه، سبا روز از احتیاجی مردم خلاص میشه. ملا صاحب برآمدن دختر از خانه و رفتنش به مکتب کلان شرم است. میلکه بدنامی را به خود قبول کرده نمیتونم. باز دختره چی به تعلیم و سبق؟ گپای بد رد نزن، چرا رفتن دختر آبا مکتب شرم باشه؟ جمال خان دختر تو آره هزارا دختر دیگه با مکتب میره که یک چیزی را یاد بگیرن. جمال خان در یاد گرفتن تعلیم هیچ شرم نیست، هر کسی که دم تعلیم دخترها را میگیره کار خوب نمیکنه. دختره که تبان که بره مکتب یک چیزی یاد بگیره، سبا روز دعایت میکنه، چرا که خداوند جل جلاله او امر کرده ما نباید است که از امرش سر پیچی کنیم. مابوبه دختر مست ملا صاحب، زمین که دو آسمان بخوره نمیمانم که از خانه پای خود بیرون بکشه، چرا که اختیارش هم خودم دارم و بس.